گلادیاتورهای دست خالی در مقابل گرازهای تا دندان مسلح. دکتر منوچهر هزارخانی، 11 آذر 90. باید در برابر جبهه مشترک زورگویی و نامردمی 100 بار بیشتر مقاومت کرد. اشرفی بودن در همین تک واژه مقاومت قابل خلاصه شدن است. این سناریوی نمایشی است که مالکی برای پاسخگویی به تعهداتی که در آن بند و بسنامه 7 ماده‌ای به ازای به دست آوردن پست نخست وزیریش به گردن گرفته، برای آخر سال میلادی جاری تدارک دیده است. دلیل این گمان زنی: تکرار مصرانه تغییر ناپذیر خواندن تاریخ 31 دسامبر برای تخلیه اشرف و پراکندن ساکنانش بعد از این تاریخ در قرارگاه‌هایی که معلوم نیست در کجا هستند. دلیل قابل لمسترش: نامه 10 ماده‌ای بقیهانهی که سفارت مالکی در بلژیک به پارلمان اروپا فرستاده تا یادآوری کند که هر کار می‌خواهید برای انتقال پناهجویان به خارج از عراق بکنید، باید تا قبل از آن سر رسید انجام دهید. توضیح این وجزخانی به هارتپورت: به دستگاه‌های دیپلماسی می‌گویند برای رفع نگرانی‌های امنیتی همسایگان، برای فریب افکار عمومی و چه بسا شرکت دادن آمریکاییان در این توطئه، میگویند به علت منع پذیرش سازمان‌های تروریستی در خاک عراق توسط قانون اساسی کشور. پشتوانه بین‌المللیش: هم اسلام عزیز هم شیطان بزرگ. اولی به خاطر دینی که برگردن مالکی دارد، دومی به نظر من به خاطر راحت شدن بی هزینش از مزاحمت‌های مداوم یک سازمان نامطلوب. چرا چنین نظری دارم؟ به علت وجود دو نشانه روشن در این جهت: یکی گروگان نگه داشتن نام سازمان مجاهدین در لیست سیاه که اندل لزوم میتواند به اجرای توطئه کشتار یک نوع وجهه ضد تروریستی هم بدهد، دیگری محتوای عریضه آن 37 نفری که ساندیس اموسام را می‌خورند ولی حلیم سیدعلی را هم می‌زنند. نوشته بودند بیرون آوردن نام مجاهدین از لیست سیاه در مسیر حرکت به سوی دموکراسی مشکل ایجاد می‌کند، یعنی که حذف آن سازمان از صحنه سیاست و به طریق اولا از عرصه حیات دموکراسی را سهل الوصول‌تر می‌کند. برای من همین دو نشانه قانع کننده اند. ولی شما اگر هنوز سوال دارید، به قول وی او ای از آلن بپرسید. در حال پاسخ اشرفی ها به دسیسه چینی مالکی از زبان مریم رجوی این است: مقاومت ایران به هیچ وجه حاضر به گفتگو در مورد جابجایی ساکنان اشرف در داخل خاک عراق نیست، مگر حفاظت آنها در محل به طور رسمی توسط نیروهای آمریکایی یا کلاه آبی‌های ملل متحد به عهده گرفته شود. اطلاعیه 29 آبان. چرا؟ چون دولتی که در 2 سال اخیر به تمام تعهدات و قول‌های کتبی و شفاهی خود به آمریکا و ملل متحد در مورد رعایت رفتار انسانی با ساکنان اشرف پشت پا زده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و قول و قرارهای امروزی آن فقط برای خونسا کردن فشارهای بین المللی و کشتار برنامه ریزی شده طبق ضرب العجل است. همان اطلاعیه. معنایش چیست؟ این است که باید استوار ایستاد و مقاومت کرده. خب اگر مالکی نپذیرفت یا آمریکایی ها طبق معمول از تعهد پذیری شانه خالی کردند، آن وقت چی؟ آن وقت باید در برابر جبهه مشترک زورگویی و نامردمی 100 بار بیشتر مقاومت کرد. آخر اشرفی بودن در همین تک واژه مقاومت هم قابل خلاصه شدن است.